سلام و درود دوستان امروز در این ویدیو میخوام نظرات دکتر اریک برگ رو در مورد خطر مصرف ده هزار واحد بینال ملل ویتامین دی در روز رو بیان کنم دقیقا مقدار عدد ده هزار بسیار زیاده اما این ده هزار واحد بینال برابر با یک یا حتی نیم میلی گرم هم نیست و در واقع یک چهارم میلی گرمه یعنی 250 صد میلی گرم یا 250 میکروگرم و مصرف ده هزار واحد ویتامین D در اصل خطرناک نیست. اکثر افراد جامعه کمبود ویتامین D دارند و اطلاعات متناقضی در مورد مقدار نیاز روزانه به ویتامین D وجود دارد. یعنی توصیه میشه 600 تا 800 واحد بین الملل در روز ویتامین D مصرف بشه. حالا اگه ده هزار رو کنار 600 تا 800 واحد بین الملل بگذارید یک گپ بزرگ این وسط وجود داره و بر اساس منابع علمی قدیمی شما مجبورید 600 تا 800 واحد در روز برای پیشگیری از استوپروز و از دستهی استخوان مصرف کنید و این مقدار به روز نیست و به اطلاعات جدید و منافع ویتامین دی برای سیستم ایمنی مرتبط نمی باشد و اونجایی بحث جالب میشه که ویتامین دی نه تنها یک ویتامین بلکه میشه گفت مثل یه هورمون عمل میکنه خیلی شبیه کورتیزول و به عنوان یک ضد التهاب اما بدون عوارض جانبی در بدن عمل میکنه هر سلول بدن شما دارای گیرنده های ویتامین دیه. عملکرد های ویتامین دی خیلی گسترده است اما در این ویدیو فقط روی مقدار مینتیننس یا نگهدارنده 10000 واحد تمرکز میکنیم این ده هزار واحد باید از موانع جذب ویتامین دی در بدن عبور کنه. دلایل زیادی وجود داره که ویتامین دی جذب بدن نشه. مثل نبودن نور خورشید یا در معرض نور خورشید قرار نگرفتن پوست یا اگر شما با تیشرت هم در معرض نور خورشید قرار بگیرید باز به اندازه کافی ویتامین دی جذب نمی کنید و تقریبا دریافت کافی ویتامین دی از غذاها نیز غیر ممکنه یعنی حتی اگه شما ماهی های چرب، روغن جگر ماهی و زرده تخم مرغ هم مصرف کنید که غنی از ویتامین دی هستند، باز هم ویتامین دی کافی دریافت نمی کنید. افرادی که اضافه وزن دارند و چربی بیشتری زیر پوستشون وجود داره، نفوذ نور خورشید به پوست و تولید ویتامین دی در اونها سختتر انجام میشه و این یکی از دلایلیه که در این افراد سندروم متابولیک ایجاد میشه. اگه شما دیابت نوع دو یا مقاومت انسولینی دارید جذب ویتامین دی در بدن شما خوب انجام نمیشه در افراد مسن پوست زخیم تر میشه و جذب نور خورشید و تولید ویتامین دی سخت میشه و اگه پوست شما پیگمان بیشتری داشته باشه یا به عبارتی تیره تر باشه جذب ویتامین دی کمتری دارید و اگه شما مشکل کبد و کیسه صفرا داشته باشید مثل کبد چرب ویتامین دی کمتری جذب خواهید کرد چون که ویتامین دی برای جذب از غذاها به صفرا نیاز داره و اگه مشکل کلیه داشته باشید باز هم ویتامین دی کمتری جذب خواهید کرد چون پیش سازها و ترکیبات فعال ویتامین دی مجبورند که به فرم فعال اون در بدن تبدیل بشن که در دو جا این کار انجام میشه اول در کبد و بعد در کلیه که نهایتا فرم فعال ویتامین دی به دست میاد و جذب گیرنده های ویتامین دی در سلول ها میشه و اگه شما عفونت داشته باشید مثلا عفونت ویروسی این ویروس ها میتونن گیرنده های ویتامین دی رو کاهش بدن و از جذب ویتامین دی جلوگیری کنند. مانع دیگه ای که برای جذب ویتامین دی وجود داره مشکل سیستم ایمنی یا دستگاه ایمنی بدنه اگه شما مشکل سیستم ایمنی داشته باشید ویتامین دی بیشتری نیاز دارید تا بتونه به اندازه کافی جذب بدنتون بشه تا مقاومتی که ویروس ها برای جذب ویتامین دی ایجاد میکنند رو جبران کنه در آزمایش خون فرم غیر ویتامین دی سنجیده میشه بنابراین اگر مقدار زیادی ویتامین دی غیرفعال برای تبدیل به فعال در بدن وجود داشته باشه تبدیل شدن به فرم فعال اون زمان میبره و اگه در نتیجه آزمایشتون فرم غیر فعال ویتامین دی پایین باشه بدن سعی به جبران اون داره و مقدار بیشتری فرم فعال ویتامین دی رو تولید میکنه بنابراین اگه شما فرم فعال ویتامین دی رو در آزمایشتون اندازه گرفته باشید نتیجه مقادیر بالای نرمال رو نشون میده این واقعا نشانه اطلاعات دقیقی از ویتامین دی بدن نیست و این دلیلیه که فرم غیرفعال ویتامین دی رو در آزمایشات اندازه گیری می مانع بعدی جذب ویتامین دی ژنهای شماست. در پژوهش ژنتیکی که انجام شد مشخص کردید که پولیمورفیسم که نوعی تغییر در ژنهای اصلی بدنه فرد رو بیشتر مستعد مشکلات و ابتلا به بیماری ها می کنه. و سه نوع وجود داره که در تست دی ای بررسی میشه و در بررسی تخصصی در مورد دی ای گروهی از افراد مشخص شد 21 نفر از 100 نفری که بررسی شدند حداقل یک مشکل در ارتباط با جذب ویتامین دی داشتند به عبارت دیگه یک مشکل ژنتیک برای جذب ویتامین دی داشتند که این مشکل در ژن ویتامین دی بود که این ژن CYP2 R1 نامیده میشه و 90 درصد از 21 نفری که بررسی شدند در این ژن مشکل داشتند و 38 درصد گروه مورد بررسی دارای پلیمورفیسم یا جهش در این ژن بودند و این ژن در یکی از دو مرحله تبدیل فرم غیرفعال ویتامین D به فعال نقش داره که در کبد اتفاق میافته به عبارت دیگه اگه شما در این ژن مشکل داشته باشید در تبدیل فرم غیر فعال ویتامین دی به فعال اون مشکل دارید اکنون در مورد دو ژن دیگه صحبت میکنیم این دو ژن در انتقال یا متصل شدن به پروتئین و انتقال ویتامین دی در جریان خون نقش دارند و 61 درصد از مردم دارای مشکل در اولین ژن انتقال دهنده ی ویتامین دی هستند و 76 درصد اونا داره یه مشکل در دومین ژن انتقال دهنده ویتامین دی هستند. اکنون میتونیم بگیم 10000 واحد بین الملل ویتامین دی در همه افراد مسمومی از زا نیست و در حقیقت برای نفوذ به این موانع بزرگ ضروریه. پس چه مقدار ویتامین دی مسمومی از این مورد هنوز مورد بحثه. اما بر اساس مقالات پژوهشی ثابت شده که مصرف صدها هزار واحد بین الملل ویتامین دی طی ماها مسمومیت ایجاد میکنه و اثر مسمومیت با ویتامین دی به شکل هایپرکلسمی یعنی افزایش کلسیوم خون و خطر بروز سنگ کلیه بروز میکنه. بنابراین به عنوان اقدامی احتیاطی اگه شما دو نیم لیتر مایات در روز بنوشید خطر ابتلا به سنگ کلیه رو کاهش میدید. چون شما ادرارتون رقیق نگه میدارید و بالاتر از همه اینها اگه شما مواد مغذی مصرف کنید که جذب ویتامین دی رو افزایش عمل کرده رو بهبود و از شما در برابر افزایش کلسیوم خون محافظت کنه مثل ویتامین کادو یا کیتو، منیزیوم، ویتامین B6 شما در محدوده سلامت قرار می گیرید. و نکته آخر در مورد انجام آزمایش خون ویتامین دی امروزه اتفاق نظر یا اجماعی در کل جامعه پزشکی بر روی مقادیر آن وجود ندارد و اکثر دکترها مقادیر 150 تا 200 نانوگرم در میلی لیتر رو در نظر می گیرند. اما از سوی دیگر وقتی آزمایش خون انجام می دن اونا به مقادیر ویتامین دی غیر فعال نگاه می کنند. نه ویتامین دی فعال. که به گیرنده های ویتامین دی در سلول ها جذب میشه و اگه شما مشکل ژنتیکی در گیرنده های ویتامین دی داشته باشید یا عفونت داشته باشید یا ویروس هایی داشته باشید که گیرنده های ویتامین دی رو کاهش میدن یا حتی دارای بیماری خود ایمنی باشید که سبب کاهش گیرنده های ویتامین دی در سلول ها میشه ممکنه شما به مقادیر بسیار زیادی ویتامین دی نیاز داشته باشید خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید خواهشمندم نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو آموزشی کامنت کنید و سوال رو بپرسید تا در کمترین زمان ممکن به اونا پاسخ داده بشه لطفا برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتون ویدیو را با اونا به اشتراک بگذارید بدرود